دلان از کسی بنشین که او از دل خبر دارد و زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد در این بازار عطاران من رو هر سوچ و بیکاران به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد تو را بردر نشاند او به تراری که می آید تو منشین منتظر بردر که این خانه دو در دارد <applause> عرض و احترام دارم خدا چون عزیزم سفر عزیز برنامه رو میکنه از سایمانه ممنونم امرونم کسی میکاری که آقای آندره برش برگ انجام داد خلبان سویسی اصلا فوقلاده حیرت انگیز فکر کنید خلبانی در یک هواپیمایی که سوخته خورشیدی پرواز میکنه به مدت 94 ساعت بی وقفه هواپیما رو در آسمان حفظ میکنه میگن که اگر سوختش تمام میشد روی اقیانوس آرام هیچ چاره ای نداشت مگر اینکه با چتر نجات هواپیما رو ترک بکنه هیچ چاره ای جزی نداشت ولی موفق شد که هواپیما رو از ژاپن میاره به هوایی از هوایی پرواز میکنه به سمت ایالات متحده آمریکا از کجا شروع کرد ماه مارچ پروازش از ابوظبی آغاز کرد برای اثبات این موضوع که میشه با جدیت تمام با مساعی لازم شر انرژی های فسیلی رو کند رفت به سمت انرژی پاک و استفاده ببیش از انرژی خورشیدی و رکورد رو هم رکورد قبلی 77 ساعت بود 94 ساعت پرواز بی در آسمان شاهکار به نظر من و خیلی ها رو خوشحال کرد من اون هواداران محیط زیست رو مخصوصا جسانی رو که آرزو میکرد یا امیدوار بودن که سوداگران بزرگ رو این موضوع سرمایه گذاری های کلان بکنن اما هر باره پرهیز میشد چرا فکر میکردن که به هرها سرمایه گذاری روی انرژی های فسیلی میتونه هم درآمدزا باشه و کسب درآمد هم سهل و آسان این آسان طلبی در کسب درآمد همه دور میکرد از سرمایه گذاری هایی که با ریسک تو هم حال خیلی خبر بشارت دهنده ای بود موفقیت و پیروزی آقای اندری برشبه خلبان سوئیسی. پروازش ارز کردم از ماه مارچ از ابوزوی شروع کرد ر به از اونجا پرواز کرد از روی اقیانوس هند به سمت هندوستان از هندوستان رفت به طرف میامار از اونجا رفت به طرف چین از چین به ژاپن از ژاپن به و جالبه تو این 94 ساعت میدونی که پشت فرمان بود توالت مخصوص او ساخته بودن زیر پاشنی همون صندلی بودن به اضافه این که میگن در طی 90 فقط 20 دقیقه خوابیده 20 دقیقه 20 دقیقه مبادا ما که این سوی دنیا داریم کار متحورانه رو نگاه میکنیم ناامید بشیم همیانان هم هرامه این روز جالبی است تا لحظه دیگر با دانشمند جوان هموطن خواهیم بود آقای دکتر علی دکری عزیز خب همیانان دنبال بکنیم دکتر نگری عزیز درود بر شما درود به شما آقای میبودی عزیز به بینندگان گرامی و همینطور سپهر عزیز که مدیریت فنی برنامه رو به دارن خوشحالم دوباره شما رو میبینم از راه جور آقای دکتر نگیری دکتر نگیری این پیروزی آقای اندره برشبرگ خلبان سوئیسی در هدایت این هواپیمایی که با سوخت خورشیدی به نظرم خیلی خوشحال کننده است بسیار هواپیمای این پاس میدونیم که در به اصطلاح این هاپنیمایی که حالا نمیشه اسمش گویا سوخت این... خورشیدی در واقع با انرژی خورشیدی کار میکنه بله. بله و به ایمپالس معروف هست حالا ایمپالس توان یک معنی بسیار دقیق و مشخصی در فیزیک داره به معنای ما ترجمه فارسی که از ایمپالس کردیم به معنای تکانه است یا مفهومش در واقع اون انرژی حرکتی است که یک جسم داره برای این هواپیمای خورشیدی ایمپالس یک سفر 8000 کیلومتری رو که از ناگویای ژاپن شروع کرده بود تونسته که حداقل خودش رو به هوایی برسونه و بدون وقفه و بعد از 18 ساعت و همونطور که شما گفتید آقای بوشبرگ خلبان سوئیسی این که که ساعت به اصطلاح ل... به وقت گرینویچ ساعت چهار بعد از ظهر در فرودگاه کالایلوای هوایی به نشسته نشسته بح... خیلی این میاد به سمت آمریکا بله این پالس دو البته تو بله بله این پالس دو بله کاملا بله. بله. خب بله. یکی یکی از گزارش های دیگری که ناسا داده بود که من نظرم رو خیلی جالب بدی که این حلقه هایی که در اطراف زحل هستن خیلی عظیمتر و بزرگتر از اون چیزی که بشر تا به حال تصور میکرده همینطوره حلقه های زحل یا کیوان در واقع بعضی ها بر این باور هستن که این یک سیاره بوده یا یک قمر بسیار بزرگی بوده که نتونسته شکل بگیره و این خورده های این سیاره کوچوله اسمشو بزنن یا بهتر بگیم قمر چون به دور به نظر می آمده که میخواسته به دور زحل یا کیوان به چرخه بنابراین یک ماه طبیعی بوده برای این سیاره و خب خورده های این ماه این قمر در یک فاصله بسیار گسترده ای پخش شده و این حلقه های بسیار زیبای که شاید بشه گفت بعد از زمین زیباترین سیاره منظومه خورشیدی ماست رو تشکیل میده ولی پهنای این حلقه ها بسیار بسیار زیاده میدونید حتی در این حلقه ها ما تونستیم اه، اه، سیارک هایی پیدا بکنیم این هم ها تکه های بزرگی داره و حتی ام، ام، ماه،, ماه های زحل یا قمر قمر به کیوان اما چندین سیاره پهنای این قمه و حلقه ها به دور کیوان یا زحل اونقدر زیاده که میتونه چندین سیاره رو در واقع در خودش جا بده زمین و مریخ و به هم حتی مشتاق فکر میکنم پنج سیاره در واقع روی اون جا بدیم یعنی اینقدر گستردگی زیادی هست عجب از فوق العاده فوق اما دو نگری میدونم که شما چقدر وسواس دارید از اینکه حتی در بیان مفاهیم علمی به جالا اونچه که بود به کیهان شناسی است یا فیزیک حتی از واژگان فارسی استفاده بکنید میخوام ببینم تجربه خود شما چی میگه این ظرفیت زبان فارسی برای مفاهیم این همه به اصطلاح این همه مفهوم جدیدی که پدید آمده با توجه به پیشرفت های حیرت انگیز علم تو این دوران ما تا چه حده؟ خود شما چه تجربه دارید ببینید آقای میبودی این پرسش بسیار خوبی البته متاسفانه من نه زبانشناس هستم نه ادیب هستم به عنوان کسی که شما به درستی گفتید یک دانشورزی که علاقه زیادی به زبان و ادبیات فارسی داره به عنوان فقط یک علاقه من و یک نگاه جامعه شناختی هم به این مسئله داره و روان شناختی و اونم این هست که وقتی که مردمان هر منطقه‌ای به زبان مادری خودشون بیاندیشن و تولید فکر بکنن در واقع از همون مخزن واجه هایی که کنار دستشون هست تلاش خواهند کرد که برای بیان مفاهیمی که حالا چه علمی باشه چه فلسفی باشه استفاده کنند و ما اگر مدام از واجه های بیگان استفاده کنیم در واقع اجازه یه تولید فکر رو در فرهنگ خودمون را نخواهیم داد به نظر من همه زبان ها در یک حالت ایستا و اگر نگرش سلبی داشته باشیم سترون و بارور خواهند بود برای اینکه بیان پدیده های علمی رو بکنم به طور نمونه میگم حتی زبان انگلیسی که شاید بشه گفت پویاترین و دینامیکترین زبان دنیا و برای همین هم است که الان سال هاست حداقل میتونیم بگیم بعد از جنگ جهانی دوم در رشته های علمی و فلسفه که همیشه تا پیش از اون آلمان برای چندین دهه زبان علم و زبان فلسفه به شمار میرفت بعد از من میتونم بگم در واقع بیدرایتی هیتلر باعث شد که آلمانی ها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم من فکر میکنم برای کشور آلمان این یک تاسف بود که این زبان علمی و فلسفیشون رو از دست بدن و انگلیسی جایگزین اون باشه حالا شاید برای ماها که انگلیسی زبان راحت تری باشه این اتفاق خوشایندی بوده اما واقعا تا پیش از جنگ جهانی دوم زبان علم برای چندین دهه زبان آلمانی بوده و همینطور زبان فلسفه و شما حتی اگر که با بسیاری از دانشمندان آمریکایی صحبت بکنید میبینید تا اواخر دهه 70 80 هم یک فرض کنید فیزیکدان یا یک بیازیدان یک شیمیدان یک زیستشناس آمریکایی اگر میخواسته دکترهای تخصصیش رو در این رشته بگیره باید زبان آلمانی هم یاد میگرفت حالا در هر صورت الان زبان انگلیسی به عنوان زبان علم در دنیا پذیرفته شده اما میگم یکی از ویژگی های جالب زبان انگلیسی حالت پویایی و دینامیک بودنشه یعنی شما نگاه بکنید وقتی که در زبان فارسی واژه سازی میشه بسیاری از ادبای ما بسیاری از فرهیختگان شعر و ادب فارسی ما ممکنه نظر مثبتی نسبت به واجه های جدیدی که در به اصطلاح شاخه های واژه‌گزینی انجمن های علمی انتخاب میشه نشون ندن من فکر میکنم که شاید شاید این حال من گفتم به عنوان کسی که هیچ تخصصی در این زمینه نداره اما به حال تا حدودی به کار علمی که داره میکنه آشناس فکر میکنم که ما باید یه مقدار شرایط رو ساده بگیریم ببینید حتی شما نگاه بکنید من الان آمارش دقیقا یادم رفته که دیکشنری وبستر و آکسفورد سالانه چندین هزار واژه جدید ساخته شده در انگلیسی رو که هیچ معنایی قبل از اون نداشته رو دارن وارد میکنن مثلا به, به طور نمونه حتی گسترش فیسبوک این ف... سامانه اینترنتی در دنیای مجازی باعث شده کلی واجه های جدید وارد انگلیسی بشه مثلا فرض کنید واژه آن ای فرند یک واژه بسیار غلطی بوده در انگلیسی اصلا وجود نداشته ولی الان پذیرفته شده که آن فرند که میدونید در فیسبوک امکان فرند کردن و آن فرند کردن هست دوستی و نادوستی ولی این ترکیب در انگلیسی اساسا غلط بوده و وجود نداشته ولی الان اومده مثلا واژه سلفی اصلا وجود نداشته ولی الان وجود داره خب مثلا ما توی فارسی ترجمه همینجوری از سلفی کردیم به نام خودکی حالا ممکنه این به نظر خیلی مسخره بیاد یا خوشایند بیاد ولی به نظر من ما باید اجازه این پویایی و تحول رو بدیم در, در فیزیک هم فرض کنید یک سری واجه هایی ساخته شده که به باور من روی این زحمت کشیدن کسانی که کار کردن و اگر بخواد مخالفت بسیار زیادی در این زمینه بشه زبان فارسی حتما قادر نخواهد بود که با این حجم بسیار زیادی که حتی دارم بهتون میگم خود انگلیسی زبان ها هم نمیتونن به همون ترتیب گذشته پیش برن نمونه هاشون هم بهتون گفتم در فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ممکنه آمار رو حالا دقیق نمیدونم بیش از صد هزار واژه جدید علمی داره هر سال در شاخه های مختلف علمی به زبان انگلیسی ساخته میشه و اینها رو بعدا مثلا دیکشنری آکسفورد و وبستر بررسی میکنه و وارد در واقع واجه های جدید این زبان میکنه خب مطمئنا ممکنه 100 سال دیگه 200 دی سال دیگه اصلا این واژه از بین بره اما باید به دینامیک بودن زبان ارزش قائل شد مثلا فرض کنید در انگلیسی کار بسیار جالبی صورت میگیره ترکیب واژه‌گان با هم دیگه و کوتاه کردن اون در یک واژه فرض کنید در اخترشناسی واجه ای هست که بهش میگیم کویزار یا کوازار با تلفظ فارسیش کویزار مخفف دو واژه کوازی یعنی شبیه مانند و ستلار یعنی ستاره ای بنابراین ترکیب کویزار هستش که یه واژه جدیده این خب الان شما میتونید برید در دیکشنری ویبستر مریام وبستر یا آکسفورد ببینید ببینید این واژه وارد زبان انگلیسی شده در صورتی که چنین واژه تا پیش از دهه فرض کنید 70 میلادی اصلا در انگلیسی وجود نداشته برای اینکه این واژه ترکیبی است در فارسی فیزیکدانان ایرانی اومدن چون این معنی فرض کنید کوازی به معنای مانند هست وش رو گذاشتن همانند و برای استلار اختر واژه اختر واژگان ترکیب واژگان دیگه که وجود داره فرض کنید پالسار که یک واژه انگلیسی الان هست تا از ترکیب دو واژه پالسیتینگ ستار درست شده یعنی ستاره که در حال تپندگی تپش تپش هم به معنای این است که تپشش در امواج به اصطلاح رادیویی هست خب حالا این رو در شاخه واژه انجمن فیزیک ایران اول واژه تپنده اختر رو گذاشتن و بعد گفتن نه ما هم مثل آمریکایی ها مثل ام، ام، کشورهای انگلو ساکسون بیایم این دوتا رو ترکیب بکنیم و تپنده اختر رو اسمش رو بذاریم تپختر خب شاید به نظر عجیب بیا در وهله اول ولی الان من میتونم بگم فکر کنم بعد از نزدیک 20 25 سال بعد از ساخته شدن این واژه این واژه جا افتاده در جامعه علمی و حتی در جامعه ای که مسائل علمی رو داره دنبال میکنه ولی خب ما میتونستیم بگیم خب این واژه واژه بسیار مندرآوردیه که در فرهنگ فارسی وجود نداشته شعرهای ما هیچ کدوم این واژه رو به کار نبردن و یک مقاومت سلبی در این زمینه انجام بدیم و نهایتا به نظر من زبان فارسی رو از پویایی بگیریم ما اگر زبان فارسی رو از پویایی بگیریم به قول زبانشناس بسیار خوب کشورمون آقای دکتر باطنی زبان باید پویا باشه و اجازه بده با مردم به جلو بره وگرنه راکت بودن زمان زبان باعث ایستاییش میشه و باعث سترونی و ناتوانیش جازه بگه بارم رجوع صحبت کردی دقیقا ببینید مثلا من به طور نمونه دارم میگم واژه ترمودینامیک اگر که این به فارسی شاید نیاد ممکنه فرض کنید برای یک جوان ایرانی که هیچ آشنایی با زبان لاتین نداره و هیچ نوع آشنایی با این شاخه علم فیزیک نداره خب خیلی قابل درک نباشه برای اینکه کاملا بیگانه است ترمو به معنای گرماست و ترکیب شده با داینامیک یا دینامیک که به معنای حرکت و پویشه خب ما میتونیم برای ترمودینامیک فرض کنیم واژه گرما پویش رو بذاریم خب به نظر من هر فارسی زبانی میتونه بفهمه یا حتی گرما حرکتی من واقعا روی سر بودنش هم تاکید خاصی ندارم ولی میخوام بگم که این برای یک بچه فرض کنید حتی 6-7 ساله فارسی زبان قابل فهمه که بنابراین این علم یک شاخه است که با گرما سر کار داره و با حرکت سر کار داره بنابراین این اجازه این فعالیت فکری رو بهش میده ما اگر همش واژگان انگلیسی و بیگانه رو وارد زبان علمیمون بکنیم به نظر من باعث میشه که یک توقف فکری ایجاد بشه از فرض کنید بچگی مثلا خود اینشتن از چهار پنج سالگی میگه در مورد مسائل موضوعات مختلف عالم فکر میکرده او واژگان زیادی رو از زبان آلمانی وارد زبان علم کرده خب ما اون وقت داریم در واقع این مسئله رو میگیریم از بچه های خودمون تا اینکه به یک سنی برسن که بتونن این مفاهیم رو حالا چه به لحاظ علمیش درک بکنن یا چه لحاظ ترجمه این واجه های لاتین بفهمند بنابراین ما باعث میشه که تأخیر زمانی در یادگیری علم و تولید فکر داشته باشیم مهم این است که این باعث میشه که ما یک نوع تنبلی ذهنی و فکری پیدا بکنیم پخت خاری بکنیم آن چیزی که آماده و فراهمه از اه... کشورهای بیگانه بگیریم و بعد سعی کنیم روی اونها بسازیم در صورتی که شاید بتونیم حرکت رو خیلی زودتر و در سنین پایین شروع بکنیم برای اینکه برای حتی برای یک بچه هم حرکت و گرما معنی میده و این باعث بشه که او رو به فکر وادار بکنه یه مشکلی که مخصوصا در علوم انسانی پدید آمده اینه که افراد به سلیقه خودشون شروع کردن به معادل سازی و هر کدام هم خب برداشت شخصی خودشون دارن و یه نوع به اصطلاح یه نوع هم تفرقه ایجاد کرده همین که تمرکزی تو این کار نیست و کاش سایه فرهنگستانی بود زیر بر مجموعه این فعالیت هایی که میشد و ما این همه دوچار گرفتاری نمیشیم الان مثلا خودتون اشاره کردید یک بار به همین به اصطلاح واژه سازی بله و این خودش خب مشکل ساز شده یه چیزی حدود مثلا صد سالی که ما دوچار انحراف بودیم در زمینه مثلا فهم مسئله تکامل یا مثلا تطور رو از این قرار اتفاقا آقای میبودی به نکته بسیار مهمی اشاره کرد ببینید همین ترجمه غلط این واژه علمی هم در مسائل اجتماعی مسائل سیاسی و حتی در واقع گروه های سیاسی که برداشت های ماتریالیستی میخواستن داشته باشند، گروه های مذهبی به علت نوع ترجمه که شده بود یعنی تکامل در مقابل اولوشن خب تکامل یک بار معنوی بسیار سنگینی در فرهنگ ما داره حتی عرب ها هم همین اشتباه رو کردم اونها واژه ارتقا رو در مقابل اولوشن گذاشتن تا همین خیلی جالبه بدونید تا همین ده پانزده سال گذشته است که اونها آمدن واژه تطور رو به جای ارتقا گذاشتن که درسته در واقع مفهوم علمی ایولوشن به تطور گونه به گونه شدن بسیار نزدیکتر تا ارتقا که یک بار مثبت ارزشی داره در صورت که در علم ما اصلا ارزش گذاری نداریم خوب. و بد نداریم علم به این کاری نداره که فرض کنید یک ذره خوبه یا ذره بده ما وقتی راجع مثلا میگیم ذره مثبت بار مثبت داره یا بار منفی داره به این معنی نیست که اونی که بار مثبت داره خوبه اونی که بار منفی داره بعد یک نوع تقسیم بندیه و تکامل هم همینطور تکامل به معنای کامل شدن خب یک بار سنگین ارزشی داره در صورت که اولوشن اصلا راجع به همچین مسئله ای صحبت نمی و خب الان می بینید که بعد از به قول شما نزدیک 100 سال متوجه شدیم خب این همین ترجمه غلط باعث شده که یک مقاومت و یا یک برداشت های غلطی از این مفهوم علمی بشه خب واژه فرگشت اومده دگرگونش دگرده دگرگشت آمده که همین این هنوز نشون میده که ما نتونستیم خودمون رو قانع بکنیم که چه واجهی میتونه مفهوم دقیق این تئوری بسیار مهم علمی رو در زیست شناسی و حتی در بقیه های علمی برسونه برای این بسیار بسیار مهم هست نقشی که شما گفتید فرهنگستان نقش بسیار مهم داره ولی از اون مهمتر این هست که ما بتونیم تولیدات فکری خودمون رو بالا ببریم ما اگر تلاشمون باشه این تقاضایی است که من همیشه دارم میکنم ما با این همه وجود متخصص در رشته های گوناگون در ایران و خارج از ایران به نظرم وقتش رسیده که ما اون اعتماد به نفس رو داشته باشیم که حتی اگر شده برای بیان بعضی از مفاهیم علمیمون واژگان فارسی یا حتی از اسطوره های فارسی و ایرانی استفاده بکنیم برای اینکه یک مفهوم علمی رو بگیم هیچ ایرادی هم نداره بنظرم ترسی هم نداره این کاری که غربی ها دارن مرتب انجام میدن بسیاری از واجه هایی که اینها انتخاب میکنن برگرفته شده از اسطوره های رومی و یونانی است من فکر میکنم که ما اگر که داریم یک کار علمی انجام میدیم و تولیدات فکری خودمون هست چه بهتر هست که از انبان فرهنگی خودمون استفاده بکنیم خب تا اونجا که من استفاده کرده از سخن شما اینکه ما نباید از زمینه واجه سازی دوچار وحشت بشیم و جمعایی که خود انگلیس ها دارن این کار رو انجام میدن زبان هم. انگلیسی زبان علمی فهم. دنیاست با اینکه امروز زبان مانداری زبان چینی شما یکی در دنیا هم میانان م فکر کنید بیش از یک میلیارد انسان به این زبان تکلم میکنه اما همونها هم زبان انگلیسی رو به عنوان زبان علمی پذیرفتن در کنار شربته اسپانیایی هم هست بعد میرسه به زبان عربی و های عمده دنیا ولی با همه تفاصیل اونجایی که لازم میتونیم واژه های انگلیسی رو بپذیریم مسئله ای نیست چون زبان وسیله رو تفاخر نژادی نیست وسیله به اصطلاح بیان و بعد هم اینکه اونجایی هم که توانستیم از واژگان ایرانی استفاده کنیم از ترکیبات مختلف و ما هم برای مادل برای اصطلاحات علمی جدید مادل های فارسی تولید میکنیم درسته همینه درست همین دیگه آقای دکتر کاملا نه بسیار درست گفتین من خوشحالم که یک شخصیت فرهیخته ادبی ما چنین نظر مثبتی رو داره و دقیقا یعنی ببینید شما به درستی گفتین اون چیزی که انگلیسی رو به نظر من یکتا و منحصر به فرق کرده همین پویایی این زبانه و اجازه دادن به اینکه اتفاقا چقدر وام میگیره این از زبانهای دیگه و اینها رو انگلیسی میکنه در صورتی که شاید ریشه این واژه ها اصلا انگلیسی نباشه کاملا درست خود اسپانیا و یکی زبان اسپانیایی یکی از مهمترین زبان های دنیاست یکی از مهم بعد از رو انگلیسی، ولی به همه تفاصیر اونا هم انگلیسی رو به عنوان زبان علمی پذیرفتن جهان پذیرفته خب من سپاس هم مثل همیشه ده. بسیار آموزنده آقای دکتر علی نگری عزیز پس راهی کانادا هستید ها من در ماه آگست به جشنواره تیرگان میرم البته در کنار اون قرار هست از یک مرکز علمی در فیزیک نظری هم بازدیدی بکنم در شهر واچرلو اونجا در واقع قرار هست که با دوستان یک کار پژوهشی انجام بدیم ولی جشنواره تیرگان بزرگترین به نظر من گرد همایی ایرانیان خارج از کشور دوست بسیار عزیزی من آقای مهندس مرداد آریان نژاد و دوستان خوبشون کاری بس مشکل رو دارن انجام میدن برای اینکه یک گرد همایی بزرگ ایرانی یک کنگره بزرگ ایرانیان رو با بیش از 120 هزار ایرانی در شهر زیبای تورنتو به وجود بیاد سال گذشته بله چیزی حدود 135 صد... هم چیزی از, از, این جشن هم... خیلی فوق العاده است 135 هزار دوشن نگیری اینکه الان در بسیاری از دانشگاه آمریکا ما چهره های ای در رشته هم فیزیک داریم و هم علوم دقیقی حالا فرقی نمیکنه کنه خودش بله. به نظرم خیلی بشارت دهند است خیلی یعنی من فکر می کنم که ببینید مثلا اتفاقی که پارسال در مورد مریم میرزاخانی افتاد و یا رامین گلستانیان در فیزیک در انگلستان افتاد اینها نشون دهنده اینه که من دارم میتونم ببینم که یک نسل جدیدتری هم دارن میان که برای ما به دست آوردن فرض کنیم دیگه جوایز عالی ترین جوایز علمی یک آرزو نیست، شده نیست. شدنی. من میکنم نوبل فیزیک، نوبل شیمی و حتی نوبل اقتصاد در آینده دور از دسترس نیست. جالب. اما همه اینها به این برمیگرده که یاد اون باشه محمد عبدالسلام اولین فیزیکجانی است که حالا مسلمان از دید خیلی از دید خود پاکستانی ایشون مسلمان شناخته نشد مثل حالتی که بهایی ها در ایران دارن ولی به حال محمد عبدالسلام برنده جایزه نوبل فیزیک بود اما آیا او تونست تأثیر گذاری روی کشورش داشته باشه یا نه قطعا نه از ایران را نشد درسته این بسیار مهمه که ما بتونیم از این توانایی بسیار بزرگی که جامعه ایرانیان در خارج از کشور داره بتونیم برای یه پیشرفت کشورمون استفاده کنیم عمیدوارم. آینده درخشانی رو رفت آمیدوارم تشکر میکنم علیه نیری عزیز شما روز به خیر روز شما هم خوش همینم خداحافظ شما سپر عزیز تشکر میکنم